23 روز مرداد ماه برابر با 14 اوت، سال 831 خورشیدی برابر با 1452 میلادی، زادروز لئوناردو داوینچی، نقاش، هنرمند و مبتکر نامدار ایتالیایی. لئوناردو داوینچی هنرمند شهیر ایتالیایی که در روستای وینچی در نزدیک شهر فرانس ایتالیا به دنیا آمد، از آغاز جوانی به مطالعه در طبیعت علاقه داشت و پس از چندی به فراگیری هنر نقاشی و مجسمه‌سازی پرداخت. داوینچی سپس راهی میلان شد و به خلق آثار هنری و ساختن و اختراع وسایل مکانیکی مشغول شد. او چند سال نیز در فرانسه زندگی کرد و کارهای هنری و علمی خود را ادامه داد. داوینچی علاوه بر نقاشی و مجسمه‌سازی، در رشته‌های ریاضی، مهندسی راه و ساختمان، ستاره‌شناسی، زمین‌شناسی، کالبدشناسی و هواشناسی استاد بود و اختراعات متعددی در هر زمینه انجام داد. وی در یادداشت‌های روزانه خود طرح‌های جالبی از زیردریایی، تانک جنگی، لباس غواصی، چتر نجات، رطوبت سنج، بالگرد و کیلومتر شمار کشید که بسیاری از آنها راهنمایی برای ساخت این وسایل در سالها و قرنهای بعدی گردید. با اینکه داوینچی در قرون وسطا زندگی می‌کرد، اما اختراعات، اکتشافات و نوآوری‌هایش وی را در زمره پیشگامان رنسانس قرار داده است. اختراعات و اکتشافات او به قدری زیاد است که باعث حیرت انسان می‌گردد. داوینچی در علم و هنر از همعصران خود ده ها و گاهی صد ها سال پیش افتاده بود و به جایی رسید که با مردم قرن بیستم فاصله چندانی نداشت. سال 1323 خورشیدی برابر با 1915 میلادی، زادروز علی حاتمی، فیلمساز ایرانی که در خیابان شاهپور تهران دیده به جهان گشود و از دوران نوجوانی شیفته نمایشنامه نویسی بود. حاتمی از کلاس نهم برای آموختن اصول اولیه نمایشنامه نویسی به هنرستان هنرپیشگی تهران رفت. پس از آن به هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک وارد شد. سختگیری مهدی نامور، رئیس هنرستان، نسبت به نمایشنامه هایی که هنرجویان نوآموز می نوشتند تا در سالن هنرستان اجرا شود، حاتمی را بران می دارد که در فراگیری فنون و شگردهای نمایشنامه نویسی به ویژه گفتگو پردازی حساسیت و تلاش فراوانی از خود نشان دهد. حاتمی نخستین نمایشنامه‌اش را با عنوان دیو نوشت و با حضور کودکان در تالار نمایش هنرهای دراماتیک به مدت 3 شب اجرا کرد. وی سپس نمایشنامه مدرنی با عنوان آدم و حوا را به رشته تحریر درآورد که تحولی در کار او محسوب می شود و همین نمایش موجب آشنایی او با آن دست از مسئولان تلویزیون شد که در آن ایام در کار جذب افراد مستعد بودند. علی حاتمی از آن پس به صورت جدی وارد فعالیت‌های سینمایی شد و فیلم‌ها و مجموعه‌های مهمی در تاریخ سینمای ایران خلق کرد و به یکی از ماندگارترین سینماگران ایرانی مبدل شد. وی سرانجام هنگام ساخت فیلم جهان پهلوان تختی به علت بیماری دار فانی را ودا گفت.